سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید مجلس شورای اسلامی امروز رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی را برکنار کرد نمایندگان مجلس با 145 رأی موافق 110 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به برکناری آقای فرجی دانا رأی دادند رضا فرجی دانا وزیر سابق و علوم تحقیقات و فناوری با دفاع از عملکرد خود از سیاه نمایی ها علیه این وزارتخانه انتقاد کرد رضا فرجی دانا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس متهم بود که در دوران وزارت فضای دانشگاه از نظر امنیتی متشنج و آبستن فتنه جدیدی شده است اما او با رد این تام ها گفت که امروز نشاط دانشجویی در دانشگاه ها مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و حرمت شکنی هایی که به گفته آقای فرجی دانا در دولت محمود احمدی نژاد در دانشگاه ها رخ میداد تکرار نمی شود. در این خصوص لحظاتی پیش نظر آقای مهندس حسن شریعتمداری مداری تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب رابطه ایشون با مجلس قبل از این استیزا هم معلوم بود مجلس در حقیقت ترکیبش یک مجلسی است قبل از انتخابات ایشون و بیشتر دست گروه احمدی نژاد و فرکسیون آقای لاریجانی بود که البته اونها در این استیزا دو بخش شدن به هر صورت ترکیب 110 رأی موافق به 145 رأی مخالف نشان میدهد که دولت هم توانسته بخشهایی از مجلس رو جذب کنه و مجبوره که با چنین ترکیبی از قدرت تا پایان این مجلس زندگی کنه و در حقیقت میتوان یقین کرد که مخالفین اونها هم حداقل در داخل حکومت هنوز بسیار قوی هستند و آقای خامنه ای هم در بین دو صندلی یعنی در مذاکرات اتمی با دولت و در آزادی های سیاسی حقوق بشر و اوضاع مربوط به داخل بیشتر با اصولگرایان مخالف دولت هست آقای روحانی هم در حقیقت تا کنون سعی کرده که رو در روی بزرگی با مخالفینش به استثنای چند سخنرانی اخیرش نداشته باشه او مجبور است با این وض زندگی کنه تا انتخابات بعدی و این انتخابات بعدی است که نشان خواهد داد در دو سال بعدی ریاست جمهوری ایشون آیا با چنین ترکیبی از مجلس روبرو خواهد بود یا مجلس فرق خواهد کرد به هر صورت آقای روحانی موانع جدی برای حتی اصلاحاتی که در حدودی که خودش میپسنده در پیش داره و اصلاحات کار آسانی نخواهد معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران می گوید اگر مذاکره به توافق نهایی نرسید هیچ فاجعه ای رخ نداده البته دیپلماسی ادامه خواهد یافت به گزارش ایسنا عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد از مذاکره نباید ترسید به آن هم نباید دلخوش کرد وی گفت مذاکره به معنی پایان دشمنی با آمریکا نیست و اضافه کرد در تمام سالهای گذشته ما هرگز میز مذاکره را ترک نکردیم و بر حقوق خود پافشاری کردیم عباس عراقچی با بیان اینکه آماده شفافسازی هستیم گفت اینکه طرف مذاکره کننده میپذیرد برنامه غنیسازی ادامه داشته باشد بزرگترین دستاورد توافق ژنو بود عراقچی افسود بحث هستهی در ده سال گذشته به جنگ اراده ها تبدیل شده بود که ما با ایستادگی خود در آن پیروز شدیم سازمان گزارشگران بدون مرز حکم قرون وسطایی شلاق برای دو خبرنگار و عکاس را محکوم کرد در همین حال دیدبان حقوق بشر هم میگوید دهها نفر در کرج به طور غیرقانونی زندانی اند. به گزارش وبسایت سازمان گزارشگران بدون مرز این نهاد در بیانیه‌ای که صادر کرده نگرانی عمیق خود را از صدور حکم قرون وسطایی ضربه شلاق از سوی شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین علیه دو خبرنگار عکاس خلیل امامی و عباس علی پور اعلام کرده است در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی خواست تا زندانیانی که تنها به خاطر ابراز عقیده محبوس شده اند را بدون قید و شرط آزاد کند دیدبان حقوق بشر با بررسی پرونده 189 تن که در سه زندان در کرج به سر میبرند گزارشی 59 صفحه ای تهیه کرده و میگوید که دهها نفر در این شهر به طور غیرقانونی زندانی هند. این نهاد حقوق بشری از حسن روحانی خواسته در خصوص آزادی زندانیان سیاسی اقدام کند. وزیر کشور جمهوری اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی تکان دهنده از وضعیت اعتیاد در کشور ارائه کرد. رحمانی فضلی در این جلسه فیلمی را از فردی که شیشه کشیده بود و پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود و یا به نزدیکان خودش تجاوز کرده بود به نمایش گذاشت که صحنه‌های وحشتناکی در آن وجود داشت در سالهای اخیر در ایران آمار اعتیاد بسیار افزایش یافته است عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اعتیاد در کشور ارائه کرد که برخی از نمایندگان مجلس آن را تکان دهنده توصیف کردند به گفته عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور مصرف شیشه یک ماده مخدر شیمیایی خطرناک در ایران تنها در عرض دو سال از زیر چهار درصد به 22 درصد رسیده است. آقای رحمانی فضلی با اشاره به وجود 100 هزار معتاد خیابانی در کشور هشدار داد، یک میلیون و چهارصد هزار کودک در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تکان دهنده توصیف کردن گزارش وزیر کشور گفته است بر اساس این گزارش در بین مواد مخدر شیشه بیشترین عوارز را دارد. وی اضافه کرده آقای رحمانی فضلی در جلسه غیرعلنی مجلس فیلمی را از فردی که شیشه کشیده بود و پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود و یا به نزدیکان خودش تجاوز کرده بود به نمایش گذاشت که صحنه های وحشتناکی در آن وجود داشت وزیر کشور ایران همچنین در جمع ائمه جمعه استان تهران با اشاره به وجود یک میلیون و سیصد هزار معتاد در ایران گفت با احتساب خانوارهای آنها پنج میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم با مواد مخدر درگیر هستند. آقای رحمانی فضلی تصریح کرده است 53 درصد از معتادان متعهل هستند که اگر هر خانواده دو فرزند داشته باشد یک میلیون و هزار کودک در خانواده های معتاد وجود دارد که اگر مراقبت نشوند در مدار بعدی وارد چرخیه اعتیاد می شوند. پیش از این نیز برخی از مسئولان در ایران و سازمان های دفاع از حقوق کودکان درباره وضعیت نامناسب کودکان دارای والدین معتاد هشدار داده بودند از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سهشنبه هفدهم تیر از مرگ یک کودک چهار ماهه بر اثر استعمال مواد مخدر در مجاورت او خبر داده بود وزیر کشور گفته بود 60 درصد معتادان شاغل هستند که این به اقتصاد لطمه میزند چرا که 3 میلیارد دلار چرخه اقتصادی مواد مخدر در کشور است و ما با انواع و تنوع بسیاری در تولید، مصرف و تبلیغات مواجه هستیم. به گفته آقای رحمانی فاضلی 7 درصد از معتادان بی و بقیه دیپلم و لیسانس دارند. همچنین رقم اعتیاد در زنان که قبلا حدود چهار درصد بوده اکنون بیش از دو برابر شده و به نه ممیز سه دهم درصد رسیده است. به بیان اینکه در دو سال گذشته مصرف شیشه از سه ممیز شش دهم درصد به 22 درصد افزایش یافته گفته بود مواد مخدر صنعتی در آرایشگاه های زنانه و فروشگاه ها به فروش میرسد و چون بو و دود ندارد خانواده ها آن را حس نمی کنند آیا رحمانی فضلی روز جمعه سیوم خرداد ماه نیز چرخش مالی مرتبط با مواد مخدر را سه میلیارد دلار معادل ده هزار میلیارد تومان ذکر کرده و گفته بود که دو ممیز شش دهم درصد از کل جمعیت ایران یعنی یک میلیون و و پنجاه هزار تن در کشور معتادند وزیر کشور همچنین علت پنجاب و درصد طلاقها بیست و درصد قتلها سی و درصد سرقتها و بیست و پنج درصد همسر و کودک آزاری ها در ایران را اعتیاد ذکر کرد به گفته آقای رحمانی فضلی 65 درصد زندانیان به طور مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند و 80 درصد معتادان بهبود یافته بار دیگر به چرخه مصرف این مواد برمیگردند. به گفته آقای رحمانی فضلی در سال 1392 2826 باند مواد مخدر و 395 آشپزخانه تولید شیشه که عمدتا در تهران و کرج فعال بودند منهدم شده است. آیه رحمانی فضلی با بیان اینکه یک درصد دانش آموزان یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند افزود یک ممیز شش دهم درصد دانشجویان دانشگاه وزارت بهداشت و دو ممیز شش دهم دانشجویان دانشگاه وزارت علوم درگیر اعتیادند با این حال حمید سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر پانزدهم تیرما خبر داده بود بیش از 6 درصد از دانشجویان دانشگاهی دولتی وابسته وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می کنند. ایران نرخ بالای مصرف مواد مخدر در جهان را دارد. آماری که وزیر کشور ایران ارائه داده بیان می کند تعداد معتادان به مواد مخدر یک میلیون و هزار نفر است. اما کارشناسان مستقل تعداد معتادان را به مراتب بیش از این آمار می دانند. در این میان بیش از 90 درصد جمعیت معتادان به مواد مخدر در کشور را مردان و کمتر از 10 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند. آژانس آوارگان سازمان ملل اعلام کرد که از امروز چهارشنبه عملیات کمک رسانی به نیم میلیون نفر در شمال عراق را آغاز می کند. ایران نیز یکی از معابر مورد استفاده در این عملیات خواهد بود. این عملیات کمک رسانی که یکی از بزرگترین ها در نوع خود توصیف شده قرار است پاسخی باشد به وضعیت روبه ازبهلال در شمال عراق که به دنبال حملات گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش ایجاد شده است به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی آژانس آوارگان سازمان ملل هدف از این عملیات را کمک به 500 هزار عراقی که از خانه های خود رانده شده اند توصیف کرده است طبق تخمین سازمان ملل تنها در سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار عراقی به دلیل جنگ و ناآرامی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. در رویدادی دیگر هم گزارش ها حاکی است که درگیری بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان داعش در حومه تکریت آغاز شده است. خبرگزاری آسوشیت پرس از قول یک مقام محلی و یکی از ساکنان منطقه گزارش داده است که این درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای عراقی و کرد با حمایت حملات هوایی آمریکا شبه نظامیان اسلامگرا را از صد استراتژیک موسل در شمال این کشور عقب راندند افرادگرایان سنی مذهب گروه خودخوانده دولت اسلامی عراق از اوایل ماه جوان تکریت، موسل و همچنین بخش های بزرگی از شمال و غرب این کشور را تصرف کردند سومری نیوز به نقل از منابع امنیتی آگاه در عراق نوشت که یک تیم ویژه برای رصد تحرکات ابو بکر البغدادی رئیس گروه تروریستی داعش تشکیل شده است این خبرگزاری همچنین نوشت که البغدادی از مرگ حتمی در استان نینوا و نزدیک مرزهای سوری و عراق نجات یافت سومری نیوز به نقل از این منابع امنیتی افسود البغدادی هنگام رفتن به سوریه در استان نینوای عراق و در مسیر ربیعه هدف یک بمباران هوایی قرار گرفت بر اساس این گزارش بیشتر سرکردگان داعش از جمله البغدادی، شاکر وحیب و پانزده تن دیگر از عراق گریخته و در شهر الرقه سوریه به سر میبرند. با وجود توافق آتش بس در مذاکرات قاهره چند موشک از نوار غزه به سوی شهر بیرشوا شلیک شد ارتش اسرائیل نیز دست به اقدامات تلافی جویانه زد اما همزمان با شکستن دوباره آتش بس، اسرائیل اعلام کرد که 90 عضو حماس را بازداشت کرده است به دای سازمان امنیت داخلی اسرائیل این گروه قصد کودتا علیه محمود عباس را داشتند به گزارش خبرگزاری آلمان سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبت فاش ساخته است که حماس قصد کودتا علیه محمود عباس را داشته است بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی اسرائیل در این رابطه 90 تن از اعضای حماس را دستگیر کردند. دستگیر شدگان همچنین به برنامه رزی برای یک قیام تازه علیه اسرائیل متهم شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که در این زمینه تحقیقات جدی به عمل خواهد آورد. به گفته محمود عباس چنین اقدامی در صورتی که صحت داشته باشد تهدیدی برای یک پارچگی و آینده ملت فلسطین به شمار می رود. اما این بازداشتها در حالی است که آتش بس میان اسرائیل و حماس به بنبست کشیده شده و از روز گذشته دولت اسرائیل از نمایندگان خود در نشست قاهره خاص به مذاکره با فلسطینیان پایان دهند علت این امر حمله موشکی حماس به منطقه‌ای در جنوب اسرائیل اعلام شده است. نمایندگان دو طرف با وساطت دولت مصر وارد گفتگو شده بودند و قرار بود تا رسیدن به یک آتش بس پایدار مذاکره کنند. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل، روز سه‌شنبه سه موشک از غزه به منطقه‌ای در نزدیکی شهر برشبه شلیک شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را نقض آتش بس دانسته و از ارتش خواسته است واکنش نشان دهد خبرگزاری ها گزارش دادند که جنگنده های اسرائیل روز سهشنبه بخشی از غزه را که به گفته مقامات اسرائیلی محل اختفای تروریست ها بوده بمباران کردند این حملات هوایی اسرائیل به مرگ یک کودک و یک زن منجر شد و 16 مجروح نیز بر جای گذاشت. گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی بیان می کند که در جریان این حملات خانه ای در نزدیکی ایستگاه تلویزیونی الاقصای فلسطین هدف موشک یک فروند جنگنده اسرائیل قرار گرفته است. به گفته این شاهدان، هاپیمای افشانزه اسرائیلی دست کم سه فروند موشک به سمت آن خانه شلیک کرده که به مرگ یک دختر بچه و یک زن انجامیده و 16 نفر دیگر را نیز مجروح کرده است. نیروهای امدادی گمان دارند که هنوز برخی از ساکنان این خانه زیر آوار مانده باشند. در همین حال، حماس اعلام کرد که امروز چهل فروند راکت به اسرائیل شلیک کرده و فرودگاه بین‌المللی بنگوریون در نزدیکی تل‌آویو را هدف قرار داده است. شامگاه دوشنبه آتش پس موقت در غزه به پایان رسیده و به مدت 24 ساعت تمدید شده بود. منابع خبری گزارش داده بودند که دو طرف مذاکره به توافقهای نسبی رسیده بودند و توافق نهایی نیز امکان پذیر بود. اشرف العجمی یکی از سیاستمداران فلسطینی و از یاران نزدیک محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مهمترین نکات توافقنامه احتمالی میان اسرائیل و فلسطینیان را به این ترتیب عنوان کرده بود بازسازی نوار غزه پایان دادن به محاصره غزه بازگشایی گذرگاههای مرزی حل معزل برق در غزه آزادی ورود مساله ساختمانی به غزه و گسترش مناطق آزاد ماهیگیری برای ساکنان غزه دولت اسرائیل در این باره هیچ گونه اظهار نظری نکرده اما یک خبرگزاری اسرائیلی از جمله های اسرائیل را تشدید کنترل واردات کالا به نوار غزه با هدف جلوگیری از تسلیح دوباره نیروهای حماس عنوان کرده است در رویداد دیگر هم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص تحولات غزه گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد به گزارش خبرگزاری رویترز مری هارف از طی سخنانی گفت که درباره تحولات دو روز گذشته در منطقه بسیار نگران بوده است و همچنین شلیک موشک به سوی اسرائیل را محکوم کرده و گفت که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد مری هارف در ادامه سخنانش گفت شخصا نمیتوانم سناریویی را تصور کنم که در آن ما قدنامه بررسی جنایت جنگی اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل را وتو نکنیم گفتنی از آغاز درگیری های غزه تا کنون 2006 تن از ساکنان غزه کشته و بیش از ده هزار نفر زخمی شدند در این درگیری ها 64 سرباز ارتش اسرائیل و سه غیر نظامی این کشور نیز کشته و صدها تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از ابوجا مرکز نیجریه از تصمیم بانک توسعه آفریقا برای تخصیص 60 میلیون دلار برای مبارزه با ایبولا در این قاره خبر داد. بر اساس این گزارش مقامات این بانک اعلام کردند 60 میلیون دلار برای مبارزه با بیماری مهلک ایبولا که قرب این قاره را در نوردیده اختصاص یافته است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه سهشنبه شب در میهمانی خداحافظی خود گفت احمد داوود اغلو وزیر خارجه فعلی جانشین رجب طیب اردوغان در رهبری حزب حاکم و نخست وزیری خواهد شد عبدالله گل در گفتگو با خبرنگاران از بی احترامی محافلی در داخل حزب به وی در خصوص بازگشت احتمالیش به رأس حزب و نخست وزیری ترکیه اظهار گله و ناراحتی کرد ترکیه میگوید بیش از 7 میلیون بشک نفت شمال عراق از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی عرضه شده است از ماها قبل اقلیم کردستان عراق در پی بروز تنش با دولت مرکزی این کشور اقدام به فروش یک جانبه نفت از طریق بندر جیهان ترکیه کرده است جزیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در ترکیه میستان بختیاری توجه بفرمایید تانرلیز لیز وزیر انرژی ترکیه اعلام کرده که تا کنون 7 میلیون و 800 هزار بشکه نفت شمال عراق به بندر جیهان ترکیه منتقل شده که از این میزان 6 میلیون و 500 هزار بشکه اون به بازارهای جهانی عرض شده اقدام یک جانبه اقلیم کردستان عراق برای صدور نفت از این خط لوله نفتی ماهاس به محل مناقشه و جدال میان دولت مرکزی عراق و این اقلیم تبدیل شده با این همه در این زمینه دولت ترکیه اعلام کرده توافقنامه در زمینه انتقال نفت اقلیم کردستان به بازارهای جهانی بر اساس موازین حقوقی تنظیم شده و ترکیه تنها نقش میانجی رو در این روند به عهده داره مقامات انرژی ترکیه میگن دولت ترکیه در زمینه فروش و شکل فروش این های نفتی هیچ دخالتی نداره و این نفت متعلق به کشور عراق است و پس از توافق میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان درآمد حاصل از اون میان طرفین به نسبت تقسیم خواهد شد از سوی دیگه در اظهار نظری مشابه مقامات اقلیم کردستان هم مدعی هستند که مسئولان این اقلیم پس از فروش این نفت تنها سهم خودشون از این مبلغ رو کسر خواهند کرد و مابقی رو به دولت مرکزی عراق عودت خواهند داد. اونها معتقدند که بر اساس قانون اساسی 17 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت عراق متعلق به این اقلیم هست که البته با توجه به تحرکات اخیر گروه داعش در شمال عراق و دسترسی به برخی حوضه های نفتی اقلیم کردستان خواستار افزایش سهم 17 درصدی خودش به 30 درصد از این میزان هستش با وجود چنین تحکیت های از سوی اقلیم کردستان اما این اقدام خشم مقامات دولت مرکزی عراق رو به همراه داشته بغداد در یک اقدام تنبیهی از هفت ماه پیش بودجه 17 درصدی این اقلیم رو قطع کرده همین مسئله هم باعث شده مسئولان اقلیم کردستان تصمیم به صدور یک جانبه نف بگیرن موضوعی که البته سر و صدا و انتقاد کنگره امریکا رو هم اخیرا در پی داشته و واشنگتن با این اقدام اقلیم کردستان مخالفت کرده اما در پاسخ به واکنش امریکا آقای دلشاد شعبان معاون کمیسیون انرژی اقلیم کردستان گفته امریکا به زودی از این مخالفت دست خواهد کشید چرا که متوجه خواهد شد در جایی که دولت مرکزی عراق بودجه کورت ها رو قطع کرده چاره برای مسئولان این اقلیم باقی نگذاشته با این همه مسئولان اقلیم کردستان مصمم هستند صادرات از این خط لوله نفتی رو به بازارهای جهانی تا سال 2015 به یک میلیون بشکه در روز برسونن ظرفیت کنونی صادرات این خط لوله در شرایط فعلی حدود 120 هزار بشکه در روز هستش ترکیه تلویزیون ایران فردا به گفته فرزند سیمین بهبهانی مراسم تشی و خاک سپاری بانوی قزل ایران روز جمعه سی و یک مرداد ماه برگزار می شود امید بهبهانی به خبرگزاری هنر ایران گفت خانم بهبهانی طبق وسیعتنامه رسمیش در امامزاده تاهر کرج در کنار همسر و نوش آرام خواهد گرفت امید بهبهانی گفت مراسم خاک سپاری روز جمعه انجام خواهد گرفت اما هنوز زمان و مکان مراسم یاد بود مشخص نیست سیمین بهبهانی که در چارده مرداد ماه به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس بستری شده بود روز پانزده مرداد دچار ایست قلبی شد و به کما رفت و دیگر به جریان زندگی عادی باز نگشت وی در بامداد روز سهشنبه در بیمارستان درگذشت یک نماینده مجلس میگوید گرفتن رشوه توسط مهدی هاشمی نه تنها در پرونده استات آیل و کرسنت بلکه در 400 پرونده دیگر نیز مسجل است به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی گفت گرفتن رشوه توسط وی یعنی مهدی هاشمی نه تنها در پرونده استایت اول و کرسنت بلکه در 400 پرونده شرکت بینسازی مصرف سوخت زمانی که هاشمی در این شرکت مسئولیت داشت کاملا مسجل است. در همین حال محمود علیزاده تباتبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی به خبرگزاری ایسنا گفت جلسه پنجم دادگاه مهدی هاشمی روز سوم شهریور در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی گفت این شخص به صورت مداوم همه را بازی میدهد امیرباس سلطانی در گفتگو با خبرنگار ایرنا با تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افسود پرونده زنجانی متهمانی در داخل و خارج از کشور به ویژه ترکیه دارد وی با بیان اینکه بابک زنجانی در حال حاضر از همه بیخیالتر است گفت پرونده بابک زنجانی دارای یک یا دو مزنون نیست مهرگان امیر خسروی برادر مهافرید امیر خسروی به 20 سال زندان محکوم شده است غلام علی ریاهی وکیل مهرگان امیر خسروی به خبرگزاری ایسنا گفته است که دادگاه انقلاب موکلش را به پرداخت 170 میلیارد تومان جزای نقدی نیز محکوم کرده و همسر او نیز به 5 سال حبس محکوم شده است. آقای ریاهی افسوده که اتهام های مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. فرید امیر خسروی به عنوان متهم درجه اول پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به مرگ محکوم و در خرداد ماه امسال در زندان اوین اعدام شد محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت از آنجا که قضاوت از شعون ولی فقیه است اولویت های تعیین شده توسط علی خامنه ای برای قضاوت اهمیت ویژه ای دارد آقای منتظری افسوده اجرایی شدن خواستها و موضوعات مورد تأکید رهبر وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات است قوه قضایی سالهاست به خاطر صدور بسیاری از احکام قضایی و برخورد با فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای با اعتراضها و انتقادهای بسیاری مواجه است. دامنه این انتقادها تا جایی پیش رفته که برخی از محافظ کاران تند رو به عملکرد قوه قضایی در رسانه ها و سخنرانی ها اعتراض کردند مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان که به گفته خودش حدود پنجا و پنج کتابش در توقیف هستند با انتقاد از وضعیت نشر کتاب و تیراژ پانصد نسخه ای آن خطاب به مسئولان گفت کسی با خواندن کتاب معتاد نمی شود و فسق و فجور نمی کند شهلا لایجی در گفتگو با ایسنا درباره انتشار کتاب های توقیف شدهش در زمان دولت های نهم و دهم گفت با معاون فرهنگی مدیران کل و مسئولان ارشاد صحبت کردم و آنها در ظاهر قانع شدند که کتابها مشکلی ندارند اما وقتی زمان عمل می رسد تغییر مثبتی رخ نمیدهد. او با بیان اینکه پس از تغییر دولت هنوز تحولی در زمینه انتشار کتاب ندیده است اظهار کرد من پنجا و پنج کتاب توقیفی در ارشاد دارم برای انتشار آنها باید ببینم مشکل از کتاب هاست یا از من هرچند فکر می کنم خود آقایان هم نمی دانند مشکل از کجاست در ادامه افزایش تورم و نیاز به اسکناس های دروش رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک ایران خبر داده است که با پایان یافتن مرحله طراحی و در صورت تایید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی اسکناس های 20 هزار تومانی وارد چرخه پول خواهد شد. مجید سنیعی همچنین اعلام کرده که پول خرد در چرخه پولی کم نیست و تولید و توزیع این پولها از شرایط مناسبی برخوردار است به گفته او در صورتی که مردم برای دریافت پول خرد به بانک ها مراجعه کنند آنها موظفند تا پول مورد نیاز را در اختیارشان قرار بدهند در ادامه روند گرانی ها در ایران گوشت گاو، گوساله و مرغ در ایران گرانتر شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی خندان نوجوان رئیس اتحادیه گوشت گاوی دلیل افزایش قیمت گوشت گاو را جلوگیری از واردات دام به کشور عنوان کرد و گفت از هفته گذشته قیمت گوشت قرمز افزایش یافته و همکنون گوشت مخلوط گوساله هر کیلو 29 هزار تومان و گوشت ساق درجه یک هر کیلو 33 هزار تومان به فروش میرسد اما به گفته شهروندان ایرانی قیمت های واقعی گوشت در بازار بیش از ارقام اعلام شده از سوی مسئولین است با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهیتان شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سرفراز باشید.